آقای گلستان، قبل از هر چیز من تولد 100 سالگی شما رو بهتون تبریک میگم. خیلی متشکرم. و خیلی هم ممنون که به هر حال این وقت رو دادید که با هم دیگه صحبت بکنیم. خب اتفاق افتاده که من 100 ساله شدم، ولی اتفاق بسیار میمونیه به قول معروف، به قول عربا. اتفاق افتاده. به هر حال ما بیشتر این سوالهای من بر اساس اون سه تا کتاب آخرتون تنظیم کردم، در واقع مخصوصا کتاب نامه به سیمین که چکیده تفکرات شما و شخصیت شما رو خیلی خوب میرسونه و نشون میده که ابراهیم گلستان کیه. تا حدود زیادی ما قبلا هم صحبت کردیم با هم دیگه و شما موافق بودید که اینطوره. به اضافه کتابای دیگه تون که اخیراً در اومده، که همه این کتابا رو البته مدت‌ها پیش نوشتید ولی تازگی ها چاپ شده. من یه مقداری به عقب برمیگردم، از دوران مدرسه‌تون شروع می‌کنم برای اینکه از اون طریق بریم جلو. اولین سوال من از شما اینه آقای گلستان که علاقه به نوشتن از کی در خودتون حس کردید؟ من میدونم که شما در کلاس 4 ابتدایی وقتی به شما انشا گفتن شما داستان نوشتید. از اون به بعد آیا دیگه شروع کردید فکر کردید که دیگه میتونید بنویسید؟ نه. آها. نه، جز طبیعت من، جز فضولی‌های من بوده که بگم دنبال حرف آقای این آقای برهان رئیس مدرسه که آدم خیلی خیلی انضباط‌دار محکمی هم بود، یه روز آمد ناگهانی توی کلاس ما و گفت بچه ها این سید ابراهیم خیلی آدم خوبی خواهد شد. و من حتی نفهمیدم که سید ابراهیم یعنی من. بعد که توضیح ها رو داد بیشتر فهمیدم. گفت که این منشی میشه. من از کلمه منشی معنی دیگه منشی رو میشناختم، سکرتیرای در اداره و فلان رو میشناختم و خیلی با آدم تعلق شد که من دلم میخواد منشی بشم. هرگز حتی میخواستم گریه بکنم که نه میخوام. خب میشه دیگه. بعد اتفاق افتاد که همین معنی منشی رو فهمیدم، یعنی کسی که انشاء می‌نویسه، کسی که منشآت خواهد داشت، از این حرفا اینجوری. حالا شما آقای گلستان در کلاس 4 ابتدایی که مثلا موضوع انشاتون رو شما به صورت داستان نوشتید، تا اون موقع چه داستانهایی خونده بودید؟ یعنی چطوری فکر کردید که بایستی داستان به صورت داستان بنویسید؟ چی خونده بودید تا اون موقع؟ علاقه به خوندن وجود داشت. آها. اینقدر لیست سیاهه این خونده ها رو الان ندارم من، ولی یقین دارم که در همون اول کار و قصه هم برای من مهم نبود، یعنی یه حیثیت فوق العاده عجیب و فلان نداشت، ولی یقین دارم که خب دارم یادم میاد دیگه که قصه های هدایت توش بود و سادگی قصه من رو گرفته بود. آها. ولی یادتون نیست چه قصه هایی بود؟ نه یادم نیست. کلاس چهارم که من بودم، یعنی که 85-86 سال پیش از این. کم بیشتر، بله. آره؟ آها. خب حالا شما آقای گلستان، من میدونم که فرانسوی رو از طریق معلم پدرتون که میومد تو خونه بهش درس میداد و یک خاخام یهودی بود به شما هم گفتش که شما میخواین یاد بگیرید فرانسه، به شما گفتید بله و یاد گرفتید. زبان فرانسه رو از اون طریق یاد گرفتید. زبان انگلیسی رو چطور یاد گرفتید؟ انگلیسی رو بعد یک خویشاوند داشتم که برای نظام وظیفه آمده بود شیراز از آبادان و کارمند شرکت نفت شده بود و اون برای خاطر یک کاری بکنه برای خودش یک کلاس درس باز کرده بود
و تو این کلاس درس انگلیسی میداد. این آقا یه وقت هم یعنی در حقیقت کارمند بی بی سی بود یه وقت. در از اولین کارمندهای بی بی سی هم بود. کی بود اسمش؟ علی محمد شاپوریان. آره این خویشاوند من بود. او یک کلاس برای تفریح شخصی خودش یا برای درآوردن مقداری منفعت یک کلاس باز کرده بود. من هم رفتم اونجا درس خوندم. خودش همون وقت شاگرد کالج اصفهان بود و از کالج اصفهان رفته بود آبادان یا مسجد سلیمان، یادم نیست روزه. احتمالا مسجد سلیمان بود. انگلیسی اون موقع بیشتر مسجد سلیمان بود. بله، اونجا کار میکرد. بله، از اون طریق یاد گرفتین. حالا اولین ترجمه هایی که شما از نویسندگان انگلیسی زبان کردید، آیا مستقیما از زبان انگلیسی ترجمه کردید یا اینکه از زبان فرانسه؟ یادتونه؟ نه، همش از انگلیسی ترجمه کردم. فقط شاید گاهی برای دقت از نمونه های فرانسویش چیز میکردم، استفاده میکردم. آها. شاید. نه. بیشتر آره اینجوری بود دیگه. ولی بیشترش خود انگلیسی بود دیگه. شما به نثرتون خیلی معروفید، برای اینکه این نثر مختص خودتونه، نثری است آهنگین و بعضی موقع حتی میشه تقطیع کرد با اوزان عروضیش هم در آورد. این رو چطور شما این نثر رو به هر حال شروع کردید بنوشتن به این شکل؟ یعنی استایل رو بسنم. من فقط میدونم که اون چیزی که بگن نثر تو هست یه چیز عجیب و غریبه از آسمون آمده ای نیست. من نمیدونم چجوری به این ولی اهمیت بهش اقت نمیدم. البته دقت میکنم که درست بنویسم. زبان فارسی خودش هست که این نثر رو به من تحمیل میکنه و تحمیلی بدی هم نیست، خوشم میاد. ولی زبان فارسیه، زبون عجیب غریبه. خب به هر حال اغلب نویسنده‌های ایرانی یا فارسی زبان به زبان فارسی می‌نویسن، ولی خب همه نسل شما رو ندارن. ولی این نسل البته فقط توی آهنگین بودن و موزون بودنش نیست، اصولا نسل بسیار فاخری دارید و بسیار صریح و بیان خیلی. من برای این کار خیلی زیاد اعتقاد و اهمیت قائل نیستم. آها. نه اینجوریه. علاقه به شاعرای فارسی زبان، اونایی که خوب گفتن، نه هر ابلهی که چرت و پرت گفته باشه، داشتم. شما در جایی میگید که معلم کلاس شش ابتدایی ما با پسگردنی مقامات حمیدی را به ما دیکته میکرد. حالا اتفاقا مقامات حمیدی از نظر نثر شاید، من فکر میکنم بعضی موقع نثر شما بیشباهت نیست به مقامات حمیدی. نه، پترن این کار، اسلوب این کار شاید تأثیر کرده باشه، ولی خود زبون حمیدی، البته ده حمیدی شیرازی حمیدی، خود زبون نیست که خودشو تحمیل کرده. من دیدم که یه خوبه، فرض کنیم که بهش رو آوردم و دنبال کردم. حالا برای اینکه ولی مسئله خیلی عوض میخوام، مسئله زبون نیست. مسئله حرفی هست که در زبون میاد. اگر همین زبون رو شما نگه بدارید و چرت و پرت های معمولی رو بهش بگید، خب غیر از چرت و پرت های بند میشه. ممکن من هم چرت و پرت بگم، اما فرق میکنه. آها. حالا فقط برای اینکه برای بیننده های ما که ممکنه مقامات حمیدی رو نخونده باشن، من یه تیکه از اون مقامات حمیدی میخونم، فقط از نقطه نظر نثری که این داره. میگه که
دنیا خانه عیبجویان است و آشیانه غیبگویان. عیب نابوده بجویند و غیب ناشنوده بگویند. همه عالم ناقد اخفش و صراف اعمشند که شهر خود گم کرده و برزن دیگران می جویند و جو خود نایافته ارزن دیگران می طلبند. به شب تاریک خس باریک در دیده یاران دیده و به روز روشن کوه معایب خود نادیده. خیلی قشنگ البته. من اینجوری می نویسم؟ نه شما اینجوری نمی نویسید. ولی منظورم اینه که از نظر شیوه و وزن و آهنگ و نمیدونم اینا، من به هر حال اینا توی مدرسه به شما یاد دادن، حالا با پسگردنی یا هر طور. نه با پسگردنی نبوده. خودتون میگی. معلمه که من داشتم اتفاق افتاده که علاقه من بودن که ما یه جوری خاصی بنویسیم، تشویق میکردن. همین آقای خلیق یادش بخیر، خیلی وقتی که برده داشتار، همون وقتی که معلم ما بود، آدم 40-50 ساله بود به حال، یا آقای صلاحی. آره خب اینا خیلی وقت از بین رفتن، بردن مطابق قانون طبیعت، ولی به حال حرفایی که می‌زدن، تشویقایی که می‌کردن تأثیر کرده دیگه. و از همه مهمتر، هیچ گفتگو نداره که علاقه خود من بوده. علاقه خود من می‌دونم که این قشنگه، خوب در میاد، خوب آهنگ داره، تقلید می‌کردم، دنبال می‌رفتم و تقلید رو به عنوان تقلید نمی‌کردم، به عنوان دنبال روی، همون معنی که خود تقلید اصل کاری داره. درسته. حتما توی کلاس مدرسه، توی کلاس پنجم و ششم ابتدایی، اگر انشاءهایی برای اون وقت بخونن، این صفت ها رو توش پیدا شاید نکنن. برگه ای از اونها، قسمتی از اونها شاید درست در بیاد، ولی اصلا مسئله مهم نیست. مسئله حرفی هست که زده میشه. درسته. کاملا. حرفی هست که این حرف من درست میزنم یا غلط میزنم. حالا بعضی از این متن، بعضی از فیلم‌های داکیومنتری که درست کردید، فیلم‌های مستندی که درست کردید و خیلی متن‌های دیگه شما تقریبا شعر واقعا. شما هیچ وقت شعر گفتید اصولا؟ اول شعر نظم و نثر نداره. شعر شعره. دقیقا. حالت و فکر و پرش فکری رو داره. خب ممکن اینا داشته باشه، ممکن نداشته باشه، من ادعایی ندارم. سعی کردم که خوب باشه. آره ولی اونا به هر حال اینها رو به عنوان متن به اصل فیلم های مستند و اینجور چیزا نوشتیم. ولی سوال من این بود که آیا هیچ وقت تلاش کردید خودتون اصلا شعر بگید؟ یا دارید اصلا شعری؟ نه. من شعر نگفتم. شاید واقعا عملا در پشت سر این نگفته یک مقدار وظیفه و اجباری بوده که شعر باید داشته باشه و به همین خاطر نمیگفتم. زورکی بودنش مانع من شده. نمیدونم. شما بالاخره اولین داستانتون که چاپ کردید به دزدی رفته ها مورد انتقاد قرار گرفت، بیشتر از طرف رفقای حزبیتون. چرا؟ از اون بپرسید. خب اونو نیستم بپرسم، شما میپرسید. غیر عادی بودن یک حرفی چیز میشه دیگه، سرمقاله های روزنامه اطلاعات رو سرمش قرار میدادند. خب بدن آن چه؟ خب آن چه؟ من ارتباط نداشته دیگه. حالا یه آدم هایی که معروف میشودن به این فرم یا اون فرم فکری مورد قبول اونا قرار میگرفته. خب بی خود مورد قبول قرار میگرفته، نباید میگرفته. باشه میگرفته. خب در هنچه را میفتده.
حالا صحبت از برها گفتم رفقای حزبتون، شما چطور یعنی از کی و چطور با مارکسیزم آشنا شدید؟ باور نمی کنید شما که این آشنایی من پایه اصلی فکر من شده و هست. چون درسته یک چیزی رو شما رد بکنید بگید مارکسیستی هست، قبول نیست. یک حرفی که منطقی هست، منطق این حرف خودش رو تحمیل میکنه. خب مارکسیسم منطق خودش رو تحمیل کرده. یعنی شما قبل از اینکه وارد حزب توده بشید از قبل خودتون مارکسیست بودید؟ من اصلا به حزب توده اولش کاری نداشتم. من از فرم استدلال و منطق موجود در حرفهای مارکسیستی به طرف مارکسیسم رفتم، اگر رفته باشم. و به همین خاطر هم هست که یه عده‌ای نرفتن، چون میخواستن برن فکر میکردن که این زنده همه چی هست، نرفتن. خب شما میگید رفتم، خب رفتم. خب من نمیگم، خودتونم میگید. شما در کتاب نامه به سیمین میگین که من هنوز ذره ای از اعتقاد مارکسیستیم کم نشده. نمیشه. یک جور مطلب هایی هست مثل دو تا چهار تاست. اما شما نمیتونید بگید دو تا خدا چهار تا خدا هست. نمیشه بگید. چون دو تا خدا وجود نداره. که بشه چهار تا خدا. مارکسیسم هم این شکلیه. خیلی خیلی منطقیه. منطقیه، بله. حالا شما دو کتاب ماتریالیسم از استالین و اصول مارکسیسم از لینین ترجمه کردید. آیا این کتابا رو قبل از اینکه وارد حزب بشید ترجمه کردید یا اینکه بعداً به سفارش حزب ترجمه کردید؟ اینا رو قبلا خونده بودم. و قبلا ترجمه کرده بودم. نه. قبلش اون وقتا مارکسیستا یک مقدار احتمالاً کنارگیری میکردن که معروف نشن، به این شهرت پیدا کنن. شاید تهاشی میکردن، دوری میگرفتن، به حاشیه میرفتن که از شر این استنباط و این تفکر جدا بشن. این هیچ وقت نبود. حالا چرا شما عضو حزب توده ایران شدید؟ خب برای خاطر اینکه فکر میکردم اگر تو بخوای زندگی بکنی این راه درست زندگی رو به تو نشون میده. خیلی ها عضو حزب توده شدن که دیگه نبودن و من هنوز هستم، اگرچه اکثریت حزب توده توده ای دیگه نیست. من تفکرم اینجوری نقش گرفته. ارتباط به این داره. هر چی که بنویسم ارتباط به این پیدا میکنه. و خیلی هم خوشحالم که ادام درده میخوام بیارم که دنبال این کار برم. نه، میبینم منطقیه. بعد از یک دو هست، بعد از دو سه هست، یک دو سه چهار، دنبال این میرم. خب ولی شما به هر حال عضویتتون در حزب یا لااقل شکل کار تشکیلاتی و مستمرتون باید زیاد طول نکشید. شما با اینکه در حزب مسئولیت‌های خیلی مهمی خیلی زود ارتقای مقام پیدا کردید. شما زود مسئول حزب در مازندران شدید، شما سردبیر روزنامه رهبر که روزنامه رسمی حزب بود شدید، ولی بالاخره اختلاف پیدا کردید. یعنی خب چه اشکال داره؟ نمیدونم چرا، من اشکال نمیگیرم، سوال میکنم. یعنی چرا اختلافتون چی بود باه؟ هیچ نوع شهوت کار تو کار نبود. هیچ نوع علاقه به شهرت توی کار نبود. همچنان که خود این نوشته های من به عنوان سرمقاله های من نشون میده که من اصلا دورم از این حرفا. منظور سرمقاله‌ای که برای در روزنامه رهبر چاپ کردید؟ بله. ممکن است که شباهت داشته باشه، ولی به یه علتی شباهت داره،
نه به هر علت در هم برهمی. و اگر کسی بهش به این سر مقاله فحش میده، به یه علت فحش میده، به علتی که من دارم دنبال میکنم نمیگه. قضیه خیلی منطقی تر از این هست که شما به خود رد بکنید یا قبول بکنید. درسته، ولی اختلافتون سر چی بود در داخل حزب؟ یعنی سر وابست یه اشخاص دیگه ای دنبال مسائل اساسی مارکسیستی نمی رفتن، حرفای پرت و پلا می زدن. تو اینا آدمایی بودن که درست فکر میکردن. مثلا فرض میکنم که گاهی درست فکر میکردن، کسی گاهی درست فکر میکرد دکتر رادمنش مثلا فرض کنید، کسی که بیشتر مرتب فکر میکرد اول خامنه‌ای. خب اینا اتفاقایی هست که افتاده، هیچ چیز نیست که بخوام جعل بکنم. این عجیل اسکندری یه جور فکر میکنه که شباهت داره به گاهی به این حرفا، ولی همیشه نه. شما مثل که از کامبخش هم خوب به خوبی یاد میکنید همیشه. کامبخش یک حرمت خاصی برای من داشت. کامبخش این حرمتش ناشی از این بود که حسابی درس مارکسیستی رو خونده بود. حالا اگر دنبال مارکسیست میرفت عیناً یا نمیرفت اون یه حرف دیگه است، ولی کامبخش مدرسه رفته بود که درس مارکسیستی بخونه. کتف رفته بود. کتف مدرسه اساسی مدرسه حزبی مارکس بود دیگه در شوروی. حالا اگر که شما فکر بکنید گاهی وقتی نمیرفته، که من فکر نمی کنم گاهی وقتی نمیرفته. حالا توی این اختلافاتتون شما چرا با انشعاب خلیل ملکی نرفتید؟ بله با انشعاب خلیل ملکی نرفتم. علتش هم این بود که فکر میکردم این کار غلطی هست. اگر تو میخوایی یک مسئله ای رو بقبولونی، وقتی که در داخل همون مسئله هستی بقبولون، نه رو بیرون از بیرون صحبت بکن. وقتی میری بیرون، رفتی بیرون دیگه، داخل اون جمع نیستی، با اون جمع ارتباطت خیلی خیلی کم میشه. همین. آها، حالا این سوالی میکنم ممکنه زیاد خوشتون نیاد، ولی نقل قولی از جلال آل احمد میکنم. جلال آل احمد میگه که علت اینکه شما با انشعاب خلیل ملکی نرفتید برای اینکه اگه میرفتید شما یک نفر از انشعابون بودید، ولی چون شما خودتون رو تافته جدا بافته میدونستید، در نتیجه میخواستید که خودتون تکی این کارو بکنید و در نتیجه نامه به حزب نوشتید و استعفا دادید. دلش خواسته. ولی خب درست میگه یا نه؟ مزخرف گفته. خب اون هیچ وقت، واقعا وقتی شما به کارهای این آدم نگاه بکنید، ممکنه میلیون ها آدم طرفدارش باشن، ولی وقتی خوب دقت بکنید میبینید که حرفی که این میگه من بهش اعتقاد دارم دروغ میگه، اعتقاد نداره، یه حرفای ضدیتی داره، ضد یه چیزی هست. اما هر وقتی شما ضد یه چیزی باشید، طرفدار یه چیز دیگه نمیتونه باشی. اگر حرف با خالف یه چیزی باشید، خب پرته. این آدم خیلی وقت فوت کرده. بله. چون شلوغ میکرده، چون حرفای در هم بر هم میزده، به اونایی که شلوغ میکنن و حرفای در هم بر هم میزنن بیشتر نزدیکی داشته. خب به من چه؟ آها، بسیار خوب. حالا شما هیچ وقت موضوع وابستگی حزب توده به شوروی براتون مسئله بوده؟ حتما مسئله شده. آها، ولی اون موقعی که عضو بودی و فعال بودی در داخل حزب برای تو مسئله نبود؟ نه مسئله نبود. حتی شاید اگر خوب یادم بیاد به درد میخورده، ولی غلط بوده. غلط نبوده به عنوان اینکه غلطه، به عنوان اینکه لزوماً شوروی طرفدار اون مسئله نیست. داره داد میزنه که من طرفدار مارکسیسم هستم، اما بسیار اوقات نبوده و در نبودن هاش هست که ادعا می کرده. خب به من چه؟ من باید خودم قضاوت بکنم
که چه چیزی مارکسیستی هست یا نیست. اگر این کار نکنم اصلا مارکسیست نیستم. در کتاب مختار در روزگار، این تصویری که از شما اونجا داده میشه که خودتون در واقع میدید، یک آدم متعهد به حزب، بسیار وفادار به حزب، بسیار فعال به حزب، و حزب اعتماد کامل به شما داره. در خونه شما جلسات حزبی سران حزب برگزار میشه، سران حزب، رهبران اصلی حزب تو خونه شما پنهانن وقتی که تحت تعقیب هستن، و همه این اتفاقات میفته، ولی در مدت کوتاهی شما یک دفعه استعفا میدید. یعنی چه اتفاق افتاد؟ برای خاطر اینکه عدم تناسب، تجانس، نبودن همجنسی فکری سبب شد که من رفتم بیرون، استعفا کردم. وقتی راه دیگه نداشتم برم، رفتم بیرون. وقتی هم رفتم توی جای دیگه نرفتم، به فکر دیگه رفتم، به این فکر رفتم که تو در محوطه تازه خودم تأثیر بکنم و بکشونم این رو به طرف. قصه هایی که من نوشتم، همون وقت قصه شروع کردم به قصه نوشتم، قصه های من تمامش بدون اینکه هیاهو بکنه که من مارکسیست هستم، ها داره به طرف مارکسیست میره، درست بودن این رو نشون میده. کارش نمیتونید بکنه شما، شما درسته. اگر شما دقت بکنید میبینید که حتی مذهب هایی که راه افتاده در قبل از اینکه مارکسیسم پیش بیاد، مطابق تفکر مارکسیستی جلو افتاده، پیش رفته و جدا شده. گفتنش قطعا زیاد چیز نداره. بسیار خوب. شما در همون کتاب مختار در روزگار، البته الان صحبت کردیم، اسم چند نفرم بردیم، میگید 3-4 نفر هستند که اینها جسم و جوهری داشتند، و این نقل قول میکنم از امروز، یعنی زمان نوشتن کتاب، به 3 نفرشون احترام و دلبستگی دارم، که یکیشان مرده است که عبدالصمد کامبخش باشد. حالا اسم رادمنشو بردید، اسم انور خامنه‌ای هم بردید، و اسم کامبخش هم طبیعتاً بردید. اون نفر دیگه کیه؟ آیا نورالدین کیانوری احیانا؟ یادم نیست الان. ولی خب شما یه دلبستگی زیادی به کیانوری داشتید. الان نمیتونم، نه که احتیاط میکنم، نه صحبت احتیاط نیست. من در این گفتگوی که با شما دارم میکنم، مسئله احتیاط از پنجره انداختم بیرون. احتیاط باید معنی نداری اصلا. کامله. اصلا اصل کار مارکسیسم بی احتیاط بودن هست. شرط اولشه. من نمیدونم به یاد نمیتونم بیارم که چه کسایی هستن که اینجوری هستن، به یاد نمیتونم بیارم. ولی شما خیلی رفاقت خیلی نزدیکی با کیانوری داشتید و همیشه هم خیلی احترام داشتید براش. با کیانوری خیلی تازگی ها هست که آخرین کاغذ شو من نوشته و دیگه از من بریده. نه که نگفته از تو میبرم، ولی دیگه جدا شده. آره؟ و کیانوری به خاطر خواهرش که زن کامبخش بود، اختر خانوم، بله اختر، تو این راه رفته بود، ولی به فکر خودش رفته بود. منطقش حکم کرده بود که این راه بره. احتمالا اولش هم که میخواسته بره به فکر دیگه رفته. شاید رنگی، سبقه ای از حزب یا تفکر مخالف رو داشته و اون هولش داده که برید توی حزب توده ضد اون تفکر. نمیدونم. آره اینجوری بوده. بسیار خب. حالا شما در کتاب نامه به سیمین میگید که هنوز ذره ای از اعتقادات مارکسیستیتون کم نشده،
مارسید به چه شکل آقای گلستان؟ یعنی به صورت اینکه یک جامعه بی طبقه کمونیستی بالاخره تشکیل بشه؟ جامعه بی طبقه به چه شکل؟ جامعه بی طبقه چیزی دب دستی نیست. درسته. آنم پیشته بیاد. هدف هم این هست که انقدر پیش بره که به صورت بی طبقه در بیاد. آره. ولی من منظورم اینه که اون مارکسیزی که شما بهش اعتقاد دارید کماکان همونه که به اونجا برسه. اول اعتقاد من چیز اصل کاری نمیتونه باشه. برای خود من هست. هیچ گفتگو نداره که من برای خودم با اعتقاد خودم کار میکردم. وقتی رفتم توی شرکت نفت کار گرفتم به این امید بودم که بتونم اونجا تأثیر مارکسیستی داشته باشم و اثرم کردم تو اونجا که میسر بوده. ولی یه چیز اصل کاری نمیتونسته باشه که من بخوام برم شرکت نفت برای خود اگه بخوام زنده شرکت نفت کار بکنم. این جزء فکر من هست. ولی چجور زنده شرکت نفت کار بکنم مورد توجه خاص باید قرار بگیره. اینجوری قضیه. حالا من میخواستم یه سوالی از شما بکنم، فکر میکنم جوابم رو میدونم چیه، و اون این بود که اگه بخواید یه ارزیابی از کارای حزبیتون بکنین تا اون سالها، راضی هستید از این کار یا فکر میکنید اشتباه بود که رفتید توی حزب؟ چیه نظرتون؟ راضی هستم برای خاطر اینکه اگر این کار نمی کردم کار درستی نکرده بودم. وقتی از حزب توده آمدم بیرون نمیتونستم در حزب توده ای که اون وقت بود کاری بکنم. در نتیجه از بیکارگی خودم مخالفت میکردم، به بیکارگی بودن خودم مخالفت میکردم. آدمی که یه عقیده ای داره سخته که این عقیده را دور بندازه. درست هم نیست که عقیده رو دور بندازه. عقیده رو باید وقت دور بندازه که واقعا ببینه که نشدنیه. نمیشه که این عقیده پیش بره. برای پیش رفتن عقیده لازمه که تمام عوامل اطراف این عقیده رو بشناسید. شما بعدش از حزب که اومدید بیرون رفتید به طرف کارهای عکاسی و روزنامه نگاری و بعدش هم که فیلم ساختن. شما چطوری با اصولا علاقه من شدید به کار سینما و کار فیلم؟ اول این علاقه از اولش هم بود. من وقتی بچه بودم و هنوز دلم میخواست برم تو کار سینما. بعد من این کار سینما رو تبدیل به علاقه خودم برای کردن این کار کردم، به نفع ایده‌ای که داشتم. من نرفتم توی سینما یه کاری بکنم که شما اگر فیلم خشت آینه رو تماشا بکنید از اول تا آخرش نیروی محرکش مارکسیستی، همه جا با این فکر پیش میخواد داره. همین. و اولین بار بود که یک فیلم ایرانی و یک کارگردان ایرانی جایزه میگیره در محافل بین‌المللی، در واقع فیلم خشت آینه بود. و بعد از اون فیلم اسرار گنج دره جنی رو ساختید و بعد از اون دیگه شما فیلم نساختید. دیگه چی رو بسازم؟ چرا نساختید؟ برای خاطر که نمیشده بسازم. امکان پذیر نبوده. دستگاه دولتی، دستگاه حاکمه جلوگیری میکرده. شما نمیدونید که من چه مکافاتی. اگر یه وقتی گفتگوی خودم به این آدم بدبختی که اسمش پهن بود و به اصطلاح رئیس فرهنگ هنر در بیاد، اگر گفتگوی من با اون آدم کار به فوشای خانواده رو میکشه تو اون دقیقه. برای شما زندان هم کردن، یعنی بردنتون ساباکی شما این کوتاهی. آره. اینجوری هست قضیه. خب ولی شما بعد که اومدید خارج
شما در خارج هم میتونستین فیلم بسازید؟ نمیتونم فیلم درست کنم. چرا نمیتونستید؟ خیلی ساختن. چجوری فیلم درست میکنم؟ وقتی من با اوضاع محیط اینجا آشنایی ندارم، وقتی که ساختن فیلم رو کسی که درست میکنه، کسی که میخواد یه جور دیگه ای میخواد و با توانایی های مادی که داره یک جور دیگه ای میخواد، بعد چیکار میتونم بکنم؟ فیلم ساختن که ها ها از تو هوا قاپیدن که نیست که. یعنی علت خارج شدنتون در واقع یه نوع تبعید خود ساخته به دلیل همین بود که در ایران دیگه نمیتونستین کاری بکنید. خب واضحه نمیتونستم. ولی خب خیلی مسائل دیگه هم مطرح میشه. شما میگن که بعد از مرگ فروغ و بعد از فیلم مشکلی که سر فیلم اسرار گنج دره جنین به وجود اومد برای شما، شما خیلی افسرده شدید، بسیار دپرس بودید. خب ولی افسردگی یک چیز پارالل با، یعنی به حدی که میگه گویا صادق چوبک سفرش رو اصلا لغو کرده بدن اینکه نگران حال شما بوده که مبادا کاری دست خودتون بدید. واقعا تا این حد؟ خب آره. با کمال چوبک آدم انترسانی بود، خیلی انترسان. چوبک خیلی آدم درستی هم بود، حقوبازم تو کارش ده بود. اصلا نمیتونست حقوبازی بکنه. درسته. یعنی آقای گلستان ممکن بود که مثلا احیانا ممکنه خودتون رو بکشید؟ یعنی در اون حد دپرس بودی؟ نه نبودی؟ نه. من به فکر انتحار هیچ وقت نیفتادم. اصولا برای خودت یه کار احمقانه هست. تو از زندگی خودت یک سال، دو سال، ده سال، بیست سال میبری. خب ببر. حق تو همین حد بیشتر نیست. تو نمیتونی یه مرتبه 150 سال از زندگی خودت کم بکنی. اصولا آقای گلستان نظرتون، نگاهتون به مرگ چیه؟ برای که علتی که اینو میپرسم اینه که شما سه تا مرگ خیلی دردناکی داشتین تو زندگیتون. یعنی مرگایی که من کشیدم خیلی دردناک. دقیقاً. یعنی حالا از گذشته ها بگذریم، یعنی مرگ فروغ بود، مرگ کاوه بود و مرگ فخری خانم بود، خانمتون. یعنی برخوردتون، چون شما در مراسم تشییع جنازه هیچ کدومش هم شرکت نکردید، چرا؟ یعنی نگاهتون چیه به مرگ فخری؟ خیلی بعد خبردار شدم. و فخری واقعا دختر درجه اول درجه اولی بود. شاید بیشتر از منم به قول شما مارکسیست بوده، شاید، اما کاری نمیتونستم بکنم. وقتی کسی میمیره تو نمیتونی زندهش بکنی و تو زندگی او رو میخوایی، امکان پذیر نیست. یعنی یک واقع بینی در برخورد شما به مرگ هست که بیشتر فکر غربی هاست تا فکر شرقی ها. من تو غربی و شرقی شو نمیدارم. نه غربی ها خیلی برخورد خیلی واقع بینانه ای دارن. اقوامشون میمیره بعد دیگه میدونن که تموم شده رفته. من هیچ ملتفل ولی ماها تا سالها همینجور گریه‌زاری میکنیم دیگه. تفاوت ما اینه از نظر منتالی. من هیچ اصلا و به کلی بعد مرگ در ایران رو همون جیغویقه ها و سینه پاره کردن ها و ایران رو ناشوار بدونم. ولی چیز غیر از این نیست. شلوغ میکنن، خوب بکنن، پاره میکنن، پاره بکنن، چیز برجسته این نیست. اظهار تأسفشون از مرگ. شما چرا بعد از اینکه از حزب اومدید بیرون و بعد از اینکه بعد از کودتای 28 مرداد شما کار رو در کنسرسیوم قبول کردید که بکنید؟ چون خیلی ها به شما انتقاد میکردن، به خصوص رفقای سابقتون، که اینها به هر حال غارتگر منابع ملی ایران هستن و شما رفتن باشن. من در اون غارتگری ها شرکت نداشتم. اگر کسی بخواد به کسی فوش بده مختاره که بده. من در غارتگری شرکت نداشتم. حتی به بعضی از رؤسای کنسرسیوم آشنایی نزدیک داشتم.
که هیچ وقت از من نخواستن که من اینجور یا اونجور کار بکنم. هیچ وقت نخواستن. ولی صرف کار کردن برای کنسرسیون برای خیلی ها ثقیل بود که چرا گلستانی که آره فکر اونا غلط بود. اگر کسی فکرش غلطه، خیلی هست که مذهب اسلام مخالفن، میگن که چرا اینجوریه، چرا روزه باید رفتی و چرا اینجوری باید خوراک نخورد یا شراب نخورد یا با من چه؟ خب حالا اشارم به کتاب برخوردها در زمانه برخورده. شما چرا بیانیه خلعیت رو در روزنامه شرکت نفت چاپ نکردید؟ نماینده بازرگان اومد تو دفتر شما، شما اون موقع مسئول روزنامه شرکت نفت بودید که این بیانیه رو چاپ بکنه و شما نه تنها چاپ نکرد بلکه برخورد بسیار سختی هم با این آقا داشت. من هیچ یادم نیست. اگر شما من توضیح بدید که اون بیانیه چی بوده، من میتونم به شما سعی بکنم که به شما جواب درست بدم. ولی که تو اونجایی که مجموعه نگاه میکنم، آقای بازرگان ممکن است که رئیس دانشکده فنی هم بوده باشه، ولی ممکنه در عین رئیس دانشکده فنی بودن در مراسم وضو گرفتن مطابق اسلام رفتار نمی کرده باشه. با چه میدونم؟ من که مواظب اون نبودم از نزدیک. نه. خب بسیار خب، اون چون اون بحث خیلی خیلی مفصلیه، برای اینکه شما کتاب چاپ کردید راجع به مسئله همین مسئله خلعیت و اون برخوردی که شد اینا و کتاب بسیار جالبی هم از اخیراً چاپ شد. شما الان فراموش کردید، یادتون نمیاد، ولی بگذریم از این مسئله. ولی شما تو بخش همون کتاب برخوردها در زمانه برخورد، بخش اولش اختصاص دادین به برخوردتون با دیلان تامس، شاعر اهل ولز بریتانیا، و اون یادتون میاد؟ آره یادم میاد. بله. خب اون خیلی جالبه به دلیل اینکه شما نمیدونین که اون شاعره. یک آدمی به نام دیلان تامس اومده اونجا که یک فیلمی برای شرکت نفت بسازه تو آبادان و میاد توی دفتر شما و با هم شما برخورد میکنید و شما ازش میپرسین که آقای صبح شما هیچ نسبتی با دیلان تامس دارید؟ که بعد شما رو تصدیق میکنه، میگه دیلان نیست، دیلان اسم منه و من همون خود شاعرم. و شما شعر این رو از بر براش میخونید. خب یعنی این شعر چطوری؟ یعنی اون زمان بسیار آدم های معدودی بودن که حتی اسم دیلان تامس شنیده باشن، ولی شما شعرش خب از صفر بودید. چطوری؟ نه چطور، منظورم که چطوری دسترسی داشتین به شعر؟ من علاقه به شعر داشتم، شعر انگلیسی هم میخوندم. به شعر دیلان تامس علاقه من شدم، تمام شد به همین سادگی. به همین سادگی. یه چیز عجیب و غریبی نیست. خب این کتابای انگلیسی، کتابای شعرای انگلیسی از جمله کتاب دیلان تامس رو از کجا، یعنی تو ایران موجود بود یا شما که از خارج میگرفتی؟ نه که خارج گیر میومد. گیر میومد. آره خب اگر میرفتی کتاب فروشی فلان، کتابایی که چاپ میشد در خارج از ایران مشتری نداشت. ولی ناشر دو تا کتاب میفرستد برای نمایندهش در ایران. بنابراین بود. بنابراین بود. آقای گلستان، در مورد اینکه فروغ تحت تاثیر شما و به خصوص از طریق شما با شعرهای غیر شعرهای غربی به خصوص آشنایی پیدا میکنه، اینا این زیاد گفته شده، نظر خودتون چیه؟ همینه؟ یعنی از طریق شما آشنا شده مثلا با تی اس الیوت، با خیلی از شعرهای دیگه انگلیسی؟ وقتی که با هم ارتباط دارید، حرف هایی که بخواید بزنید در حدود ارتباط ها میاد. درسته. در حدود ارتباط ها شعرهای دیگه هم، من آلمانی نمیدونستم، بنابراین از آلمانی نقل نمی کردم. فرانسه کمی دونستم، از فرانسه نقل میکردم. به همین ترتیب است که بعد به این زن درجه اولی که خودش صاحب مغز درجه اول بود پیشنهاد میکردم که اینا رو بخون و میخوند. به همین سادگی. آیا برعکسش هم بوده، جایی بوده که فروغ بر شما تأثیری گذاشته باشه؟ نمیدونم، گمون نمیکنم. گمون نمیکنم. توانایی فروغ
حسی و ذهنی بود، پرسویسیو و قابل اعمال همیشه نبود که. بنابراین وقتی که یه حرفی اون میزد در حد شخصیت اون میشلفتی و یا قبول میکردی یا رد میکردی. ولی من به یاد نمیارم که جز خود شعرهای فروغ من تحت تأثیر هیچ شعر دیگه ای که اون خونده باشه شده باشم. نه. و اونم شعرهایی که میخونده برای من اگر خونده شعرهای ساده خودش بوده دیگه. شما البته من پیشتر این را بگم که اون کتاب برخورد شما با دیلان تمس رو آقای عباس میلانی خیلی قشنگ ترجمه کرده و با یک مقدمه بسیار مبسوط و گیرایی به انگلیسی داره چاپ میشه البته یا چاپ شده دیگه. دیلان تمس خیلی آدم برای من انترستانی بود. شعرهاش میخوندم کیفای خاصی میبردم. اگر آقای میلانی که با من محبت داره و از نزدیک منو میشناسه، نه خیلی نزدیک ولی خب مقداری نزدیکی داره، به اون شعر اشاره میکنه، حقشه، درست میگه. حالا شما آقای گلستان در پیشتر البته چند بار اشاره کردیم به نامه به سیمین، شما در فروردین 1369 یک نامه‌ای در جواب به نامه سیمین دانشور نوشتید که بعدها با اصرار همین آقای عباس میلانی رو به صورت کتابی چاپ کردید. شما به سیمین در اون نامه میگید که میگین تو باور میکنی که من روح را دیدم و بعد توضیح میدید که پدرتون چطوری روح ظاهر کرده. یعنی واقعا شما اعتقاد به روح دارید؟ نه مسئله اینجوری نیست. آها چجوریه؟ به شما تلقین میشه. آها شما اون رو به صورت که تلقین شده میبینید و این در خیلی مسائل اینجوری پیش میاد. آدمایی که نمیشناسید با همون صورتی که نمیشناسید و به شما شناسوندن میبینید. من رو دیدم چون به من تلقین شده. آها. خیلی ساده تلقین شده، گفته شده، گفته شده، در حجم من دیدم. کاری هم نمیتونم بکنم که چون دیدم. ولی شما یک طوری میگید که انگار یه یعنی ناشی از تلقین فقط نبوده، انگار اعتقادی هم دارید. شما میگید که بعد از اینکه شرح میدید که چطور پدرتون روح ظاهر کرد، بعد میگید که حالا سیمین خانم تو بگو که من این ابراهیم گلستان که هنوز است ذره ای از اعتقادات مارکسیستی خود را دست نداده، تکلیف این داستان اون شب ماه رمضان، شبی که روح ظاهر شد، چه می شود؟ و اضافه می کنید که هنوز هم جوابی به این سوال ندارم. خب همین دیگه، هنوز هم جوابی به این سوال ندارم. نداری؟ اما می خواستم سوال بعدی می بود که برای 30 سال هنوز هم جواب ندارم. خب واضحه که چجوری می شه چیزی که به یه حساب وجود نداره و به یه حساب وجود داره من ببینم. خب همین. آره. ولی خب این به مسئله روح خلاصه نمیشه. تو اون کتاب یه داستان دیگه هم تعریف میکنید و اون میگین که این یه خود بعض موقع عجیب به نظر میاد، اونم از زبان کسی که همیشه چندین قدم جلو بوده از جامعهش که شما باشید. شما میگید که در مورد فال قهوه‌ای که با فروغ رفتید توی کافه گرفتید، شما میرید با همدیگه توی یک کافه‌ای که اونجا کافه یک ارمنی بوده و شما میگید که اونجا یک زن ارمنی بود که فال قهوه میگرفت. برای تفریح صدایی از زدیم که بیا فال قهوه ما را بگیر. تا قهوه فروغ را دید گفت من الان حال ندارم و بلند شد و رفت. 2 روز بعد جلال مقدم به اون کافه میرود و زن از مقدم میپرسد از اون زن و مرد دوستت چه خبر و نشانی میدهد. جلال میپرسد چرا میپرسی؟ و زن میگوید در فال اون زن حادثه خطرناکی خواندم و دلواپسم. و جلال میگوید دیروز مرد. خب یاد داره. این دقیقا چی میگید آقای گلستان؟ من چیز نمیگم. من فقط همین واقعیتی رو تکرار میکنم
که شاید هم اشتباه بکنم ولی دارم تکرار میکنم. واقعیت هم همین هست. خودتون استنباطتون چیه که یک زن ارمنی یک چیزی میگه و بعد اتفاق میفته؟ برای من کافی نیست که استنباط من چی باشه. چطور توضیح میدید برای خودتون؟ من نمیتونم چه اتفاق افتاده که اینجور شده. ولی این همه الان که دارم شما از من سوال میکنید عیناً اون وضع رو به یاد میارم که وقتی که رفتیم با کافه این خانم ارمنی این سوالی کرد و اون جواب رو شنید و مبادله شد دیگه. حالا چرا اینجور شده برای چی میدونم؟ من صاحب توانایی های فوق العاده عجیب و غریب نیستم. شاید اشتباه میکنه. شاید من اشتباه میکنم. شما آقای گلستان خودتون همیشه بر اساس اعتقادتون به مارکسیسم به نظر میرسید که یک ایتیست باشید، ولی حالا فکر میکنید اگناستیک هستید بیشتر تا ایتیست؟ به حال تمایل اگناستیکی دارم، هیچ گفتگو نداره. هیچ گفتگو نداره. علتش هم این است که ناستیک رو، شناختن رو، حدش رو نمیتونم بفهمم. با چه حدی میتونم بفهمم که این آدم فهمیده ای هست یا آدم نفهمی هست؟ من چه میدونم؟ نمیدونم. شما در نامه به سیمین یک مبحثی راجع به امپریالیسم صحبت میکنید که خیلی تفاوت داره با اون برداشت هایی که معمولا از امپریالیسم هست. شما میگید که غارتگر و غارت شده هست، ظالم و مظلوم هست، اما این به ما و اونها تقسیم نمیشود. تو فکر میکنی انگلیسی ها که در همین مسجد سلیمان و آبادان بودند همه امپریالیسم و دزد بودند و ما ایرانی ها که اونجا کار میکردیم همه مظلوم و استثمار شده؟ چه منظورتون؟ یعنی منظورم که در تعریف شما از امپریالیسم چیه؟ آدمی که میرفتن اونجا که من هم جزشون بودم. آها. ما اونجوری نبودیم. همین به همین سادگی. به همین سادگی. آدمی که رئیس فلان اداره شرکت نفت بود اونم اونجوری نوکر امپریالیسم نبود. حدود کاری که انجام میداد جوری مخالفت میکرد، جوری موافقت میکرد، کم میکرد، زیاد میکرد، داخل این فکر میشد یا نمیشد. همین به همین سازگی. خیلی جالبه به دلیل اینکه بسیاری برداشت های نوعی که دارن و یک بازنگریه که نسبت به اون تئوری های قبل میکنن تقریبا رسیدن به همین موضعی که شما الان اون موقع ها داشتید. من گناه نکردم. نه هیچ گناهی نکردید، اتفاقا خیلی جالبه این از یک نظرهایی. شما درباره انقلاب بهمن 57 شما قبلا توی نوشتهاتون، توی فیلم های سینماییتون به نوعی یک پیشبینی هایی می کردید که اوضاع ایران بده، به خصوص در فیلم اسرار گنج دره جنی در خشت آینه هم همینطور یک پیشبینی هایی می کردید که این نظام پایدار نیست. حالا آیا پیشبینی می کردید که احیانا ممکنه این اتفاق بیفته که افتاد، یعنی رهبری این تغییر در ایران به دست یک جریان روحانی بیفته و انقلاب اسلامی روی بده؟ خب بالاخره پیشبینی میشد کرد. پیشبینی میشد کرد. ولی دوابش با این همه شدت و غلظت دور از حس من از وجود شعور در ایرانی بود. شعور ایرانی رو بالاتر از این میدیدم که اینجوری وابسته این مزخرفات بشه. همین. شما در فیلم خشت آینه در یک صحنه عکس خمینی رو گذاشتین توی یک بخشی از کادر. چرا این کاری کردید؟ یعنی منظورتون چی بود؟ به عنوان یه آدمی که مخالفت داره میکنه. نه به عنوان کسی که آره. به عنوان کسی که داره مخالفت میکنه و مخالف این دستگاه هست عکس رو هم گذاشتم.
یعنی هیچ منظور خاصی نداشتید، پیش بینی هم نمی کردید که قرار رهبر بعدی انقلاب ایران بشه؟ نه که حتما میتونه بشه، نه پیش بینی نمی کردم. یعنی شعور مردم رو به شکل احمقانه بیشتر از این میدونستم که اینجور احمق باشن و اینجور رفتار بکنن. یه آدمی مثل مهندس بازرگان خب این معتقد بود و چوب اعتقاد خودش رو هم خورد. بله. به جهنم که خورد. ولی خورد. خب من چیکار کنم وقتی که یه آدمی که از مدرسه درجه اول فرانسوی درس خونده، درس اومده بیرون اینجوری فکر بکنه؟ شما در فیلماتون و در نوشته هاتون به شدت منتقد وضع موجود بودید، یعنی منتقد نظام سیاسی پادشاهی در ایران. آیا هیچ وقت تلاش کردید که اینها رو به گوش حاکمان برسونید یا حتی به خود شاه بگید که شما چرا نگرانید؟ احتمالاً این کار کردم. اما اگر این کار به هدف رسیده باشه، نرسیده، پیداست نرسیده. آیا در نزد شاه این فکر درست شده باشه که من اینجوری فکر کردم؟ او رو نمیدونم. باید از خود شاه پرسید. شما خیلی خلاصه فکر میکنین که چرا باید بعد از انقلاب مشروطیت و بعد از اینکه ایران یک زمان تغییر و تحول مدرنیزمی زمان رضا شاه طی میکنه و بعد به محمد رضا شاه میرسه و دوران خیلی غربگرایی خیلی شدیدی به وجود میاد، همه اینها به انقلاب اسلامی منتهی میشه؟ چرا فکر می‌کنید؟ برای خاطر نفهمی های مردم. اصل کاری جماعت مردم هستن. اصل کاری جماعت مردم هستن. چطوری ممکن است که در جماعت مردم این فکر ایجاد نشه که شده و اصلا نکنه که کرده؟ همین تموم شد و همین سادی. شما فکر می‌کنید نقش نیروهای چپ چی باعث می بود در جریان انقلاب؟ خب خیلی. اولا فهمیدن. نیروهای چپ چپ نبودن. خیلی هاشون احمق بود. شما بگید آل احمد. خب از همه شلوغ کننده تر اون بود. خب نه، منظورم که در آستانه انقلاب آل احمد که اون موقع دیگه نبود، ولی در موقع زمان انقلاب اندیشه‌هاش یه بود که عقیده. هنوز که هنوز هست، امروز بهش اشاره میشه. نه، من منظورم سازمان‌های سیاسی مثل حزب توده، مثل سازمان فدائیه که اینا حمایت کردن از انقلاب، آیا به نظر شما نباید می‌کردن؟ برای خود اگه نمی‌فهمیدن یا فکر می‌کردن که به درد نمی‌خوره، می‌تونن پدرش در بیارن، می‌تونن روشید بشن. کسی از پیش نمی‌دونست که این دستگاه آخوندها می‌تونه موفق بشه و بمونه. آیا شما همچه فکر میکردید؟ نه. ها، شما بعد از اینکه انقلاب شد، آقای کیانوری یک نامه به شما مینویسه و با یک نفر میاره اینجا در منزلتون، نامه رو به شما نشون میده، میخونه براتون، خودتون هم نگاش میکنید، منتو ازتون پس میگیره و با خودش برمیگرده. چی بود تو نامه؟ همین گفته بود که بیا تو هستوده برگرد و بیا تو هستوده و وقت کار فلانه. خب که خب من حس میکردم که وقت کار نیست. جواب شما چی بود دقیقا؟ من جوابی ندادم. گفتم که وقتش نیست، امکان این کار نیست. به کنه وسعت اشتباه مردم پی برده بودم. تموم شد. به کنه اشتباه مردم پی برده بودم و می‌دیدم که اگر که این مردم هم پیش خواهند رفت و خواهند برد. و همین اتفاقایی که افتاده می‌افته. این تعجب آور نیست. تعجب آور نیست. شما تعجب می‌کنید، اشتباه می‌کنید. شما اگر تعجب می‌کنید، از چی تعجب می‌کنید؟ از اتفاقی که افتاد، از اشتباهاتی که مردم کردن. مردم چطور میتونن اشتباه نکنن؟ آیا شما هم بگید؟
مردم چطور میتونن اشتباه نکنن؟ یعنی چرا فکر میکنی این مردم باید اشتباه میکردن؟ باید میکردن؟ چرا؟ برای خاطر اینقدر عمیق بود این اعتقادشون که اینقدر هم اشتباه که قبول کردن هیچید از تنبلیشون بود قبول کردن فقط اشتباهشون نبود ولی همه تأثیرها متوجه مردمه؟ به هر حال این جریانات به اصطلاح روشنفکری ایران نبایستی بهتر از اینا فکر میکردن اگر بهتر از این نبود مگر که وقتی شما بخونید نوشته هاشون رو بخونید اینقدر سطحی هست اینقدر من میتونم اگر لازم باشه واقعا دنبال سطر اشتباهاتشون بیافتم بگم به شما ولی خب اینجوری قضیه مردم اشتباه میکردن حالا که میتونم حالا جورشون به لبشون رسیده هنوز اشتباه میکنن هنوز روشن نشدن هنوز پاک نشدن از کجا میگید که هنوز اشتباه میکنن؟ دارم میبینم یعنی با چه کار میکردن؟ دارم حرفهای مردم رو میبینم برداشت های آدم های به اصطلاح فکر کننده رو میبینم دارم میبینم یک نمونه از این اینا که به نظر شما دارن اشتباه میکنن چیه؟ یه نمونهش بدیم به من چرا یک نمونه؟ تمام وسعت جمعیت ایران اینجوریه الان تحمل میکنن بهشون زور گفته میشه دارن تحمل میکنن و الان که نمیکنن الان دو هفته است سه هفته است که بلند شدن دیگه نمیتونن همین این کارم که دارن میکنن به کمک بچه های مدرسه میکنن به کمک ارتش و سرباز و فلان که نیستن که بکنن که ولی قبلا به کمک ارتش و سرباز و فلان کردن حالا هر کسی به فکر منافع خودش هم هست الان دارن فکر میکنن که منفعتشون در چیه آقای گلستان حتما اینو بارها و بارها شنیدید که بسیاری از شما انتقاد میکنن که شما در خارج نشستید این همه سال هیچ کار خلاقی هم نمی کنید و مدام برای یقه روشنفکرها و شاعرها و نویسندگان ایران میگیره و ازشون انتقاد میکنید من شاعرهای ایران رو به شعر گفتن قبول ندارم آدمایی که از ناله میکنن از وضع خراب جمعیت بعد خراب جمعیت دارن میگن اما آیا با منطق این وضع خراب رد میکنن؟ نه نمیکنن آیا کسی میکنه؟ نه کسی نمیکنه چرا نمیکنن؟ بعضی های خیلی کمشون جرأت ندارن بکنن بعضی هاشون اصلا رسمشون نیست که این اعتراض بکنن آقای گلستان طی این سالها میدونین چند نفر از این شاعرها و نویسندگان ایرانی کشته شدن چند نفر زندانی شدن چقدر شکنجه شدن به دلیلی که همین حرفا رو مطرح میکنن چطور شما میگین که این کارو نمیکنن به دلیلی که همین حرفا رو به طور منطقی نزدن این حرفا رو مثل من الان دلم میخواد برم بیرون اصلا دلم میخواد برم بیرون خیلی ساده است ولی نمیتونم برم بیرون وضع درستی نیست وضع خرابی هست اما اون ایده که شما دارید از تفکر عمومی از حیثیت فکری عمومی وجود نداره الان شما الان که اداره به خود بنویسید که من دلم میخواد واقعا درست بنویسید ما نمی‌نویسیم قرار پخش بکنیم تلویزیون خب خیلی خوبه همونه دیگه بله بعد دلم میسوزه اگر شما تو اینا که دست میبرید به صورت غلط دست برید و بعد شیار نخواهید بگید نه دست نه من نمیدونم نه ذهنیت شما غیر از گفتن نه و ها و آره و فلانه ما تنها محدودیتمون مدرد زمانیه فقط هیچ چیز دیگه نیست به اضافه وقتی که من اشتیدی بگم
چه دلیل داره که مردم دیگه قبول بکنن؟ حالا اون دیگه به قضاوت مردم میذاریم دیگه، ما فقط پخش میکنیم. یک انتقاد دیگه‌ای که از شما میکنن، میگن که این در سالهای بعد از انقلاب اتفاقات زیادی برای به اصطلاح اون کسانی که تو عرصه‌های هنری کار میکردن، نویسنده ها، شاعرها، گرفتنشون، زندانشون کردن، کشتنشون و خیلی ها در سراسر جهان اعتراض کردن، سازمان های بین المللی، افراد شاخص، ولی صدایی از آقای ابراهیم گلستان در دفاع از اونها در نیومد. من چی بگم؟ آقای شما دقت نمی‌کنید. من چی بگم؟ از کی طرفداری بکنم؟ به کی طرفداری نکنید، محکوم کنین، حمایت کنین از اونایی که گرفتنشون و اذیتشون دارن. چه فایده داره این کارو من؟ خب به هر حال یک رسمی نه، به هر حال نمی‌کنن. به هر حال تو کارو نیست. نه. اصلا اعتقادی ندارین شما به این؟ برای اعتقاد ندارم. من چیکار بکنم که این اعتقاد بعد مسلم بشه، پیش بیاد؟ اعتقاد ندارم. ندارین؟ خیلی. حسد با حسین برادر هم دیگه هستن. من چیکار بکنم که این مخالف اون باشه و این مخالف اون یکی باشه؟ من چیکار بکنم؟ بسیار خوب. آقای گلستان، از بین تمام این کارهایی که کردین، از دو تا فیلم داستانیتون تا شماره از فیلم‌های مستندتون تا کتاب‌هاتون، اگه بخواید از بین اینا یکی رو انتخاب بکنید به عنوان اون چیزی که خود شما رو بیشتر از همه راضی کرده؟ همش. همش، یعنی کاملا از همه راضی است؟ آه. اگر که همش نبود، آدم بیاد کتاب رو چاپ بکنه، پول خرج چاپشو بده، که چطور بشه؟ که چطور بشه؟ که چطور شده؟ من چی بگم؟ شما الان 100 سالتون آقای گلستان. الان 100 100 سالتونه. و از این 100 سال شاید 80 خورده ایش توی با یک چهره بارز هنری تو ایران مطرح بودید و هم کار کردید. و وقتی برمیگردید به زندگیتون نگاه میکنید، از عملکردتون در مجموع راضی هستید؟ از کارم راضیم، برای خدا به حد اکثر کوشش کردم. اما راضی نیستم، برای خدا توفیق پیدا نکردم. اصل کاری توفیقه. من توفیق پیدا نداشتم، اصلا توفیق نداشتم. توفیق من حتی از مردم بپرسید که این کیه؟ نمیدونم که من کی هستم. یا من چی گفتم؟ من کی هستم مهم نیست، من چه گفتم مهمه. کسی میده، شما خودتو اگر به خود بگید که من چی گفتم، میتونید به فرموله بکنید که من چی گفتم؟ تا حدودی. آره. تا حدودی. آره. یعنی تا حدودی که به اندازه ای که به هر حال وسع عقلیشو دارم. من خیلی دلم میخواد که این نوشته این مقاله شما تا حد کاملی کامل در بیاد. پس اجازه بدین پس من یک سوال آخر هم از شما بکنم و بعدش سعی میکنیم که حتما همینطور باشه. شما به جرأت میشه گفت آقای گلستان که در این عمر 100 ساله شما، شاید 80 خورده ایش، شما یک دید بسیار کنجکاو، تیزبین، پرسشگری داشتین در تمام این سالها و به شدت کنجکاو و در پی کسب دانش. حالا عمر 100 ساله عمر بسیار خوبیه، خیلی مخصوصا هم برای کسی که خیلی نگاه کنجکاوانه ای داشته باشه خیلی جالبه. و من میخوام بدونم که شما وقتی برمیگردین به این دنیا نگاه میکنید، یعنی شما دنیا دیده اید در واقع، این دنیا رو امروز چطور میبینید؟ همونجوری هستش. تو اونجایی که میتونم ببینم این اون چیزی که بوده. اینو مطابق فرضیات شما ممکن نبینم، حتما نمیبینم. من هیچ فرضیاتی ندارم، من فقط دوست دارم ببینم که آقای گلستان بعد از 100 سال زندگی و زندگیه که همش هم نگاهش همه طرف بوده، الان بعد از 100 سال دنیا رو چطوری میبینه، دنیای امروز رو. خب بعد میبینه. آها. دنیای خلاف واقعیت نمیبینه. دنیای حاصل اون چیزی که مجبور بوده باشه هست. با واقعیت‌های موجود دنیا اون دنیا رو داره تماشا می‌کنه. خیلی ساده است. زنم مرده،
پسرم کشته شده، تنها یه دخترم دارم. یادم میاد که دخترم به من تلفن کرد، گفت بابا کاوه دیگه نیست. دیگه نیست یعنی چی؟ دیگه نیست. بابا تکرار کرد، یعنی چی دیگه نیست؟ گفت دیگه نیست. اون وقت توضیح داد که یعنی چی دیگه نیست. خب باید چیکار کنم؟ حالا شما به این اشاره کردید، من نمیخواستم این سوال را شما بکنم، ولی دخترتون میگه که من تلفن کردم گفتم کاوه دیگه نیست و توی جنگ کشته شده. میگه جواب پدرم این بود که خب وقتی بیره توی صحنه جنگ همین دیگه چیکار کنم وقتی که مثل بقیه نه مثل بقیه بذارم تو سر خودم یه بار ها 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 اون کار به درد بخوره زنده نمیشه. اصل کاری این هست که من از مرگش ناراحتم و با این کار مرگ اون نفی نمیشه. حد اکثرش من دارم رفتار خودم رو به منصه ظهور میرسونم. آبایی چی؟ به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ شما با من بگید که به چه درد میخوره؟ به هیچ درد نمیخوره. نه خب جور مواقع معمولا به خصوص انسانهای شرقی دچار احساسات میشن خیلی. حالا به درد بخوره یا نخوره، منظورم که احساسات معمولا بروز احساسات در بین دیگران فرق میکنه. شما. بروز احساسات اعمال احساسات نیست. بروز احساسات بروز احساسات هست. بعد یه چیز ترشی میخورم میگم ترشه. یه چیز تلخی میخورم میگم تلخ. به اون چیز تلخ اگر بگم ترشه اشتباه گفتم. به اون چیز ترش اگر بگم تلخه اشتباه گفتم. باید اصل خودش رو بگم. نمیتونم بگم. نه که نمیتونه دستم نمیرسه. نه. اصلا نمیشه گفت. توضیح کافی وجود نداره. بسیار خوب آقای ابراهیم گلستان، یک دنیا ممنون از شما برای این وقتی گذاشتید. یک بار دیگه هم تولد 100 سالگیتون بهتون تبریک میگم. اصلا مهم نیست که اصلا خودم این کشف آقای میلانی است که من 100 سال باور کنید که من خودم اصلا کوچکترین ارتباطی با 100 ساله شدن خودم ندارم. ندارم. چه فرق میکنه 100 ساله یا 150 ساله یا 90 ساله یا 80 ساله؟ چه فرق میکنه؟ یه عده سال ها و روز هاست. چه خواهد شد؟ هیچ اتفاق در خواهد افتاد دیگه. نه. بسیار خیلی متشکرم از شما. درود بر شما. درود بر شما. ممنونم.